سلام خدمت شما شاگردان عزیز، انشالله که حالتان خوب باشد. به برنامه آموزشی درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید. امروز میخواییم فصل سوم از کیمیای صنف هفتم را، سوالهای نمونه‌ای آن را با هم یک جای کار کنیم. در جلسه پیش فصل دوم را، سوالهای نمونه‌ای را با هم کار کردیم. مهمترین سوالهایی که ممکن است در امتحانات شما بیاین را با هم یک جای کار میکنیم. نمبر ارتباطی برنامه 2964-780-255-40-13 است که از طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید. موضوع فصل سوم کیمیای صنف هفتم در رابطه با تعاملات و معادلات کیمیاوی است که با هم یک جای سوالهای نمونه این را با هم کار میکنیم. سوال اول، علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام جای خالی یاد میکنند. خب در متن درس ما شما شاگردها با هم کار کردیم که برای اینکه به جایی که نام کامل یک عنصر را نوشته کنیم که بسیار مشکل است در تعاملات کیمیاوی، به جای آن حرف اول نام لاتین یا انگلیسی عنصر مورد نظر را نوشته میکنیم که به آن سمبول گفته میشود. پس در جای خالی کلمه سمبول رو نوشته میکنید. سوال دوم، هر فرمول کیمیاوی نشان دهنده یک جای خالی است. در متن درس این جمله دقیقاً جمله است که در متن کتاب درسی شما آورده شده است. هر فرمول کیمیاوی شاگردهای عزیز برای ما یک مرکب رو نشان میدهد. پس در جای خالی باید نوشته شود مرکب. سوال سوم، خوب دقت کنید، علامه یک پیکان است که در بالای پیکان یک مثلث قرار داده شده است. در تعاملات کیمیاوی به معنای جای خالی است. شما با انواع علامه ها در تعاملات کیمیاوی آشنا شدید و یاد گرفتید. علامه ای که شما در تصویر مشاهده می کنید، یک پیکان که یک مثلث بر روی آن قرار داده شده است، نشان می دهد که تعامل مورد نظر، تعامل کیمیاوی در حضور حرارت انجام می شود. سوال سوم، علامه پیکان که بر روی آن یک مثلث قرار داده شده است در تعاملات کیمیاوی به چه معناست؟ شما با انواع علامه های کیمیاوی در درس کیمیای صنف هفتم آشنا شدید. اگر یک پیکان به بالای آن یک مثلث قرار گرفته باشد به چه معناست؟ به این معناست که تعامل کیمیاوی در حضور حرارت انجام می شود. پس در جای خالی نوشته میکنید که به معنای است که تعامل در حضور حرارت انجام میشه. سوال چهارم، در نتیجه تعاملات کیمیاوی مواد جای خالی تشکیل میشود. وقتی که یک تعامل کیمیاوی انجام میشود، شما میبینید که انواع مرکبات با هم یک جای میشود و یک مرکب جدید را تشکیل میدهد. پس در جای خالی نوشته میکنیم مواد جدید. سوال پنجم، برای اجرای تعاملات کیمیاوی شرایط جای خالی و جای خالی و جای خالی لازم است. شما در متن درس یاد گرفتید شاگردای عزیز که برای تعاملات کیمیاوی سه شرط لازم بود. یک تا از شرط ها چی بود؟ کتالیست بود. حضور کتالیست در تعاملات کیمیاوی بسیار مهم است، باعث می شود که تعاملات کیمیاوی با سرعت بیشتری انجام بگیرد.
شرط دوم حرارت بود. حرارت و گرما هم شروع کننده یک تعامل کیمیاوی است و همچنان کاتالیست دما و حرارت از جمله شرایط های است و فشار هم میتونه از جمله سومین شرط باشه که در تعاملات کیمیاوی لازم است و حضور آن بسیار مهم است که یک تعامل کیمیاوی انجام شود. پس در جای خالی کاتالیست، حرارت و فشار را نوشته میکنید. سوال ششم، بر اثر تعامل نیتروژن با هیدروژن چه نوع گازی تولید می شود؟ سوال شما یک سوال چهارگزینه است که از بین گزینه ها باید شما محصول مورد نظر را انتخاب کنید. الف هیدروژن، ب نیتروژن، جیم امونیا و دال کربن دی اکساید. خب برای اینکه ببینید که محصول مورد نظر در تعامل کیمیاوی نیتروژن با هیدروژن چی میتونه باشد، باید معادله کیمیاوی آن را با هم نوشته کنیم سر تخته و با هم کار کنیم. خوب دقت کنید شاگردای عزیز، در اثر تعامل نیتروژن، گاز نیتروژن با گاز هیدروژن، محصولی که حاصل می شود گازی NH3 یا امونیا است که یک گاز بسیار مهم است که در یخچال ها هم از آن استفاده می شود. معادله اگر توزیع کنید، دو اتم نیتروژن در سمت چپ داریم، در سمت راست هم باید یک ذره به دورا قرار بدیم که دو نیتروژن، تعداد نیتروژن ها در دو سمت معادله با هم مساوی شود. تعداد اتم های هیدروژن در سمت راست معادله 2 ضرب 3 می شود 6. پس در اینجا هم در سمت چپ هم باید یک ضرب 3 قرار بدین که 3 ضرب 2 شود 6 و معادله توزیع شود. پس در اثر تعامل گاز نیتروژن با گاز هیدروژن چه گازی تولید می شود؟ گازی امونیا تولید می شود. پس سوال ششم، در اثر تعامل نیتروژن با هیدروژن گاز امونیا خارج می شود. پس جواب صحیح می شود گزینه جیم، گاز امونیا. سوال هفتم، کربن دی اکساید بر اثر تعامل چه مرکباتی حاصل می شود؟ الف کربن با اکسیژن، ب کربن با هیدروژن، جیم هیدروژن با اکسیژن و دال نیتروژن با اکسیژن. خب برای اینکه ببینید که در این سوال محصول مورد نظر را برای شما داده است که کربن دی اکساید است و از شما خواسته که مواد یا موادی که وارد تعامل می شود را تشخیص بدهید. باز هم باید معادله مورد نظر را نوشته کنیم ببینیم از تعامل چی موادی کربن دی اکساید تولید می شود. پس بر روی تخته سیاه معادله مورد نظر را نوشته می کنیم. در اثر تعامل کربن، عنصر کربن با اکسیژن هوا، مرکبی که حاصل می شود کربن دی اکساید است یا گاز کربن دی اکساید. معادله را اگر توزیع کنید، تعداد اتم های کربن در دو سمت معادله با هم مساوی است، تعداد اتم های اکسیژن هم در دو سمت معادله با هم مساوی است، پس معادله توزیع شده است. پس در اثر تعامل چه مرکباتی؟ مرکبات کربن و اکسیژن است که کربن دی اکساید تولید می شود. پس جواب صحیح که گفته کربن دی اکساید بر اثر تعامل چه مرکباتی حاصل می شود؟ در اثر تعامل مرکبات کربن با اکسیژن است. پس جواب صحیح می شود گزینه الف. سوال هشتم، تصویر زیر کدام قانون را نشان می دهد؟ به تصویر زیر خوب دقت کنید شاگردای عزیز. در تصویر چی مشاهده می کنید؟ در تصویر مشاهده می کنید که موادی که وارد تعامل شده است، ماده های کیمیایی که وارد تعامل شده است را دقت کنید، 4 تا دایره آبی رنگ هست و 2 دایره سرخ رنگ هست. این دایره ها وقتی با هم تعامل می کند و یک جای می شود، برای ما محصولات را تولید می کند. دو مولکول را اینجا شما
مشاهده میکنید که هر کدام دارای دو تا دایره آبی رنگ است و یک دایره سرخ رنگ هست. از این تصویر شما چی مشاهده میکنید؟ مشاهده میکنید که تعداد دایره های آبی رنگ در دو سمت معادله تعدادشان مساوی است. تعداد چند تاست؟ تعداد 4 تا است. همچنان دایره های سرخ رنگ هم در دو سمت معادله با هم مساوی است و تعداد آنها 2 تا است. پس تصویر زیر برای ما قانون چی را نشان می دهد؟ قانون تحفظ کتله را نشان می دهد. در قانون تحفظ کتله شما یاد گرفتید که تعداد اتم ها در دو سمت معادله با هم مساوی است یا مقدار کتله ها در دو سمت معادله با هم مساوی است. سوال نهم، انواع تعاملات کیمیایی را با ذکر مثال تشریح کنید. خب شما در متن درس با انواع تعاملات کیمیایی که بسیار مهم است و در درس کیمیا با آن بسیار سر و کار دارید آشنا شدید. انواع تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی بود، تعامل تعویضی، تعامل جمعی و تعامل احتراقی بود که برای هر کدام مثال‌هایی از معادله‌های کیمیایی را در درس یاد گرفتید. برای اینکه برایتان یادآوری شود، انواع تعاملات با مثال‌های آن را برای تخته‌سیاه نوشته می‌کنم و با هم مرور می‌کنیم. خب انواع تعاملاتی که شما آشنا شدید 4 تعامل است: تعامل جمعی، تجزیوی و احتراقی و تعویضی. تعامل جمعی با چه تعاملاتی گفته میشد؟ به تعاملاتی گفته میشد که یک یا دو مولکول با هم یک جای میشد و یک مرکب جدید را برای ما تولید میکرد. پس تعامل جمعی به تعاملاتی گفته میشد که از یک جای شدن چند مولکول یک مولکول جدید تشکیل می شود. مثالی که از تعامل جمعی ما شما در متن درس هم یاد گرفتیم میتونه مثال چی باشه؟ مثال تعامل نایتروژن باشد با گاز هیدروژن که منجر به تولید گاز NH3 یا آمونیا میشد. خب در اینجا یک ضرب دو هم قرار میدیم که تعداد اتم های نایتروژن با هم مساوی شود. 2 ضرب 3 میشه 6 تعداد اتم های نایتروژن. پس در اینجا هم 1 ضرب 3 باید قرار بودیم که 3 ضرب 2 شود 6 تا و تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی شود. پس این معادله مثالی از تعامل جمعی بود که برایتان ذکر کردیم. تعامل بعدی تعامل تجزیوی بود که آشنا شده. در تعامل تجزیوی یک ماده با اجزای ساده تر تجزیه می شود. یک ماده به اجزای ساده تر تجزیه می شود که یا در حضور کتالیست بود یا فشار یا حرارت. مثالی که از تعامل تجزیوی می توانیم بزنیم تجزیه اکساید سیماب بود. اکساید سیماب در اثر تجزیه تبدیل می شود به گازهای اکسیژن و عنصر سیماب. معادله را اگر
توزیع کنیم تعداد اتم های اکسیژن در دو سمت معادل مساوی نیست، پس در اینجا یک ضرب دو قرار میتیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی شود. تعداد عنصر سیماو هم مساوی نیست، پس یک ضرب دو در اینجا قرار میتیم که تعداد عنصر سیماو هم در دو سمت معادله با هم مساوی شود. پس معادله تجزیه اکساید سیماو نمونه و مثالی از تعامل چی است؟ تجزیه ویست. تعامل بعدی تعامل احتراقی است. در تعامل احتراقی به تعاملات گفته می شد که یک ماده با اکسیژن تعامل می کرد. خب نمونه و مثالی از تعاملات احتراقی، هر ماده کیمیاوی که با اکسیژن هوا وارد تعامل میشد، مثل عنصر کربن که وقتی با اکسیژن هوا وارد تعامل میشد گاز کربن دای اکساید رو برای ما تولید میکرد، یا تعامل هر عنصر، عنصر سدیم، عنصر پتاسیم، هر عنصر یا مولکولی با اکسیژن هوا نمونه ای از تعاملات احتراقی است. تعامل آخر تعامل تعویضی بود که ما و شما با هم کار کردیم. در تعامل تعویضی یک یا چند اتم از یک مولکول یا یک مرکب با یک یا چند اتم از مرکب دیگر تعویض می شود. پس در تعاملات تعویضی از نامش پیداست که عملیه تعویض شدن انجام می شود. یک یا چند تا اتم از یک مرکب با یک یا چند تا اتم از مرکب دیگر با هم تعویض می شود. مثال آن حل شدن نمک تعام در یک گلاس آب می تواند مثالی از تعامل تعویضی باشد. NaCl وقتی با مولکول آب، مولکول آب را، مولکول آن را اگر با این صورت نوشته کنیم HO رابطه H که راحت تر عملیه های تعویضی را شما مشاهده کنید. وقتی نمک تعام یا مولکول NaCl به داخل یک گلاس آب حل شود برای ما محصولات چی تولید میکند؟ خوب دقت کنید که عملیه تعویضی چه رقم رخ میدهد؟ اتم یا عنصر سدیم با به جای ساختن و خارج کردن اتم هیدروژن باعث می شود که با گروپ هیدروکسیل وارد تعامل شود و محصول ما می شود NaOH. جمع اتم هیدروژنی که از تعامل به جای شد و خارج شد با اتم یا عنصر Cl یا کلورین وارد تعامل می شود و HCl هیدروژن کلوراید را تولید می کرد. پس تعامل NaCl در مولکول های آب نمونه از تعاملات تعویضی است که مثال های زیادی از تعاملات تعویضی را شما در معادلات کیمیاوی با آن آشنا شدید و دیدید و مشاهده کردید. پس نمونه و مثال هایی از معادلات چهار نوع تعامل جمعی، تجزیوی، احتراقی و تعویضی را با هم کار کردیم. سوال دهم، کاتالیست چه نقشی در تعاملات کیمیاوی دارد؟ شما با مفهوم کاتالیست در درس آشنا شدید. کاتالیست به ماده گفته میشد که باعث میشد که سرعت تعاملات کیمیاوی را بیشتر کند و وقتی که وارد تعاملات کیمیاوی میشد در آخر تعامل هم کاتالیست ها بدون تغییر باقی میموند که یک تا از ویژگی های بسیار مهمی کاتالیست ها بود.
سوال 11 ها معادلات زیر را توزین کنید. برای شما سه معادله کیمیاوی داده شده است و از شما خواسته که آن را توزین کنید. پس بنابراین بر روی تخت سیاه با هم معادله ها را نوشته و توزین میکنیم. خب سه معادله رو که برای شما داده است دقت کنید، می‌خوایم توزیع کنیم. معادله اول تعداد اتم نایتروژن 2 تا پس 1 ضرب 2 باید در اینجا قرار بدیم. تعداد اتم های هیدروژن 2 ضرب 3 شد 6، پس در اینجا هم 1 ضرب 3 باید قرار بدیم. به این ترتیب معادله توزیع شد. معادله دوم را دقت کنید. در دو طرف معادله اتم های سدیم 1 تا در دو طرف معادله تعداد اتم های کلورین با هم فرق دارد. پس 1 ضرب 2 باید در اینجا قرار بدیم که تعداد اتم های کلورین با هم مساوی شود. در اینجا هم پس 1 ضرب 2 باید قرار بدیم که تعداد اتم های سدیم با هم مساوی و توزیع شود. به این ترتیب معادله توزیع شد. معادله سوم را دقت کنید. تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی است، دو تا است، اما تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی نیست. در سمت راست معادله باید 1 ضرب 2 قرار بدیم که تعداد اتم های اکسیژن در طرف معادله با هم مساوی شود. تعداد اتم های هیدروژن در سمت راست چند تا شد؟ 2 ضرب 2 4 تا، پس 1 ضرب 2 هم باید در این قسمت قرار بدیم که تعداد اتم های هیدروژن در دو سمت معادله با هم مساوی شود. به این ترتیب معادله توزیع شد. سوال 12 هم اکثر تعاملات احتراقی جای خالی را آزاد می کند. در تعاملات احتراقی یک تا از ویژگی های بسیار بارز آن تولید حرارت بود. پس در جای خالی نوشته می کنید که حرارت را آزاد می کند. سوال 13 هم سمبول کدام عنصر صحیح نیست؟ سمبول هیدروژن که با حرف H نمایش داده شده است، سمبول کربن که با حرف C و سمبول سدیم که با حرف که نمایش داده شده است و سمبول آلومینیوم که با حرف AL نمایش داده شده است. خب در گزینه‌ها دقت کنید، سمبول سدیم با NA نمایش داده می شد. حرف که نشان دهنده سمبول پتاسیم هست. پس گزینه جیم صحیح نمی باشد. سوال 14 هم نسبت هیدروژن با اکسیژن در فرمول مولکول آب چند است؟ برای اینکه نسبت هیدروژن با اکسیژن را پیدا کنید باید مولکول آب را نوشته کنید و نسبت آن را به دست بیارید. پس بر روی تخته سیاه این را نوشته میکنیم. مولکول آب فرمول مولکولیان H2O بود. از شما خواسته شده است که نسبت هیدروژن را به اکسیژن به دست بیارید. خب نسبت هیدروژن با اکسیژن چند است؟ 2:1. پس به داخل گزینه ها به دنبال جواب 2:1 جستجو کنید و جواب صحیح را علامت گذاری کنید. گزینه دال 2:1 جواب صحیح ما می باشد که مشخص می کنید. سوال 15 هم که سوال آخر نمونه کیمیا صنف 7 است. واحد اساسی یک ماده ترکیبی که دارای خواص همان ماده می باشد کدام است؟ الف مولکول، ب عنصر، جیم اتم، دال هیچ کدام. خب این جمله شاگرد های عزیز دقیقا جمله کتاب درسی تان هست. واحد اساسی یک ماده ترکیبی چی است؟ یک ماده ترکیبی از چی ساخته شده است؟ از مولکول ساخته شده است. پس جواب صحیح میشه گزینه الف مولکول. سوال های نمونه ای فصل سوم کیمیای صنف هفتم به آخر رسید. امیدوار هستم که سوال های زیادی را در خانه های خود کار کنید و خوب درس را یاد بگیرید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشه.